بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی و همچنین مخاطبین گلم تو کانال شفاف تی که قرار شده از این به بعد برنامه‌های ما رو تو مسلمان تی ببینن امیدوارم حالتون خوب باشه اوضاع بر وفق مرادتون باشه و کیفتون حسابی کوکه کوک اگه تا با حال به حال عضو کانال مسلمان تی نشدید روی دکمه سابسکرایب یا همون مشترک شدن کلیک کنید و زنگوله کانالش رو فعال کنید تا به محض انتشار ویدیو جدید یوتیوب شما رو از اون مطلع کنید چند وقتی که میگم دوستان اهل سنت دارن شیعه میشن بعضیا فکر میکنن ما داریم شوخی میکنیم الان یک کلیپ از علمای اهل سنت به دست مورسته که میخوایم بریم با هم ببینیم ناراحتیش و اعترافش به سفر دوستان اهل سنت به اربعین رو داره نشون میده بعد میریم یکی دو تا عکس بهتون میخوام نشون بدم برگردیم مناظره فوق ی شیعه با یکی از چهار امام فقیه اهل سنت رو ببینیم که باعث عصبانیت اون امام اهل سنت شده بریم اول این کلیپ رو با هم ببینیم برگردیم نکات خیلی مهمی دارم که توصیه میکنم تا این تا این برنامه همراه من باشیم اینو یک هفته پیش گفته میگه چرا زن و مرد به اربعین میرید قاطی هم در یک کشور دیگر در صورتی دی که اصلا قاطی نیست ما که رفتیم فیلمهایی که گرفتیم خانم یه طرف آقایون یه طرف حریم محرم و نامحرم رعایت میشه اینها برای اینه که یه جورایی مردم رو منصرف کنن از اربعین ادامه‌شام بر. <applause> هچه گیت مانی نام شاید میگه چی کار دارید اونجا سفر حجر و شریعت برای اینکه وجود محرم و نامحرم هست درست نمیده پس این همه حاجیه میرن مکه کیان از کجا اومدن خانوم هایی که میرن حج اینا از کجا اومدن حریم محرم و نامحرم اونجا نیست واقعا هست رعایت میکنن اون حریم رو رعایت میکنن شما عصبانیت دست جای دیگه است که الان در ادامه خودش اعتراف میکنه اصلا دفاعه قطی ضعیف بیلین بلن... یه چی کار داری اونجا؟ تو مذهب ما این کارها نیست ترسیدی از این که یک عده از جوانهای پاک سیرت اهل سنت بیرن عرباین؟ چیش میترسی؟ مشکل چیه دقیقا؟ که یه یوم که شدات لبامه بیلش مام حسین قوریب جانه ما امام حسین رو دوست داریم جونمون هم فداش می‌کنیم، خب پیغمبران خانواده نی. از پیغمبران نسبت برلم خجالامدی تاج سر مد ما ما سیدار هم دوست داریم که نسبت دارم با پیغمبر اما کجا اربعین نرید تاج سر یعنی معنیش بشوره ده کی هر هر ملتن آخر بر فرهنگی ما بر اصلی اصولی ما راهی نمیشه را ما همه یردن یخشترب یه هر ملتی فرهنگی اصولی آداب و فلان و اینا داره شما نرید اربعین شما مسلمونید نرید اربعین آره اینجوریه از این ناراحتن چرا ناراحتن بذار من دو تا عکس به شما نشون بدم اینجا خب این اولین عکسیه که دارید میبینید یه جوون کرد اهل سنت که به من گفت میخوام برم اربعین کربلا من گفتم خزینه‌شو میدم بعد گفت مادرم هم میخوام ببرم گفتم مشکلی نیست خزینه اون رو هم میدم اون تا پاسپورتشون جور نشد ایشون از جوانای اهل سنته که خود شیعه شده و اینجا ببینید تو خط چهارم که حالا میشه خط دوم ایشون میگه من کم کم دارم مادرم رو هم تحت تاثیر میگذارم انشالله لطف خدا شامل حالش بشه و به راه حق برگرده یعنی داره کار میکنه که مادرش هم شیعه بشه این یکی از جوانای اهل سنت بوده که شیعه شده این هم دارید میبینید این تصویر دوم رو اینها هم یک گروهی از مستبصرین اهل سنت بودند که شیعه شدن از زاهدان اعزام شدن به کربلا 8 میلیون تومان هم به اینها کمک کردیم که برن اونجا هزینه سفرشون مهیا باشه فراهم باشه کم نیارن بتونن با خیال راحت انجام بدن ببین تاریخش هم که 17 6402 یعنی اینا رفتن یه پولی هم قرض کردن تو مسیر برگشت از قم به زاهدان بودن که من این پولو براشون زدم که کرای ماشینشون رو هم بدن شش نفر بودن فکر میکنم این وقتی میگیم دارن شیعه میشن دارن شیعه میشن و شدن و این ترسی که به جون برخی از علمای اهل سنت افتاده به خاطر دوری از معارف اهل بیت اینا میترسن هر چی دوستان اهل سنت به اهل بیت نزدیک میشن ترس اینها بیشتر میشه اما با دیدن این مناظره خیلی از جوانای اهل سنت یقین دارم که شیعه خواهند شد این مناظره مربوط به فضال ابن حسن که به فضل ابن حسن هم معروف است با ابو حنیفه یکی از چهار امام فقهی اهل سنت در زمان امام صادق سلام الله علیه انجام شده که الان میخوایم با هم مرور کنیم و دلایل متقن ایشون رو ببینید برای برتری امام علی بر ابوبکر و عمر و جانشینی حق ایشون یعنی ایشون جانشین بر حق پیامبره مناظره فضل ابن حسن با ابو حنیفه مناظری در مورد جانشین پیامبر اسلام و برتری امام علی بر ابوبکر و عمر رخ داده که با فضاحت ابو حنیفه به پایان رسید. اصر امام صادق سلام الله علیه و ابو حنیفه رئیس مذهب حنفی بود. ابو حنیفه در مسجد کوفه برای شاگردانش تدریس می‌کرد. یکی از شاگردان هوشمند امام صادق سلام الله علیه به نام فضال ابن حسن با یکی از دوستانش گردش میکردن تا به اون مسجد رسیدن دیدن جمعی در اطراف ابو حنیفه حلقه زدن و او برای اونها درس میگه فزال به دوست خودش گفت من از اینجا نمیروم مگر اینکه ابو حنیفه را وادار کنم تا مذهب تشیع را بپذیرد آنگاه به طرف مجلس ابو حنیفه رفتند و در کنار شاگردان ابو حنیفه نشستند در این هنگام فزال مناظره و سوالات خود را به ترتیب زیل شروع کرد فضل گفت ای پیشوا من برادری دارم که از من سالمندتر است ولی پیرو مذهب شیعه است من هرچه برای او دلیل بر افضلیت ابوبکر می آورم تا او را به مذهب خودم یعنی تسنن جذب بکنم دلایل من رو رد میکنه البته که مشخص اینجا فضال تقیه کرده فضال شیعه امام صادقه اینجا داره به اون اینطوری میگه که مجابش کنه سوالاتش رو بپرسه میگه اکنون از شما استمداد میکنم بفرمایید دلیل برتری ابوبکر و عمر بر علی علیه السلام چیست تا آن را به برادرم بگویم و او را قانع کنم ابو حنیفه میگه به برادرت بگو چگونه علی سلام الله علیه را بر ابوبکر و عمر مقدم میداری با اینکه در جنگ ها ابوبکر و عمر در حضور پیامبر نشسته بودند و پیامبر علی سلام الله علیه را به جبهه میفرستاد و این خود دلیل است که پیامبر صلی الله علیه آنها را بیشتر دوست داشت و به حفظ جان آنها توجه داشت فضل میگه اتفاقا همین رو به برادرم گفتم اما در پاسخ من اشاره کرده به یک آیه از قرآن میگه مطابق قرآن علی سلام الله علی که به جهاد و جنگ با دشمن میرفت برتر است زیرا در قرآن در آیه 95 سوره نسا میخوانیم و فضل الله المجاهدین علی القائدین اجرا عظیما خداوند مجاهدان را بر نشستگان برتری بزرگ عطا کرد ابو حنیفه میگه به برادرت بگو چگونه علی سلام الله علیه رو بر ابوبکر و عمر برتر میدونی با اینکه اون دو در کنار قبر پیامبر دفن شدن ولی قبر علی سلام الله علی فرسخ ها از قبر پیامبر صلی الله علیه و فاصله داره و این موقعیت و افتخار برای برتری اونها کافیه فضال میگه اتفاقا همین دلیل رو به برادرم گفتم اما برادرم در پاسخ به آیه 53 سوره احزاب اشاره کرده که خداوند در قرآن میگه بدون اجازه پیامبر وارد خانه او نشوید روشنه که قبر پیامبر صلی الله علیه و خونه ملکی خودش بود قطعا اون حضرت چنین ای به اونها نداده و وارثین اون حضرت هم اجازه ندادن ابو حنیفه میگه به برادرت بگو آیشه و حفصه مهریه که از همسرشون یعنی پیامبر طلب داشتن به جای اون از زمین اون حضرت گرفتن و هر کدوم به پدر خودشون بخشیدن غزال در این هنگام میگه اتفاقا همین پاسخ رو به برادرم گفتم اما او گفته مگر قرآن نخوانده که خداوند به پیامبرش میفرماید ای پیامبر ما همسرانت را که مهریه های آنها را پرداخته ای بر تو حلال کردیم و این تو آیه پنجاه سوره احزاب اومده بنابراین پیامبر صلی الله علیه و آله در زمان حیات خودش مهریه همسرانش رو داده ابو حنیفه میگه به برادرت بگو آیشه و حفصه دختران ابوبکر و عمر دو همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله بودند اونها به اندازه سهم ارث خودشون از اون خونه گرفتن و اون رو به پدران خودشون بخشیدن و بر این اساس جنازه اونها در اونجا به خاک سپرده شد فضال میگه اتفاقا همین دلیل رو به برادرم گفتم و او در پاسخ گفت شما برادران اهل تسنن اعتقاد دارید که پیامبر چیزی رو برای بستگانش به ارث نمیگذاره و بر همین اساس فدک رو از حضرت زهرا سلام الله علیها گرفتید وانگهی اگر بپذیریم که پیامبر صلی الله علیه و آله از خودش ارث میگذاره پیامبر هنگام رهلت نه همسر داشت که عبارتند از آیشه حفصه ام سلمه ام حبیبه زینب میمونه صفیه جویریه و سوده ارث همه اونها یک هشتم از اون خونه است و اگه یک هشتم اون خونه رو بر نه نفر تقسیم کنیم به هر نفری به اندازه یک وجب در یک وجب زمین میرسه نه به اندازه ی طول و عرض قامت انسان ابو حنیفه با شنیدن این جواب فرو ماند و با عصبانیت به شاگردان خودش رو کرد و گفت اخرجوه و فعنهو رافزیون ولا اخله یعنی او را از مسجد بیرون کنید زیرا او خودش رافزی یعنی شیعه است و برادری نداره آره دوست عزیز اهل سنت اگه میخوای به حق برسی این مناظرات رو باید ببینی و بشنوی باید حرف حق به گوشت برسه اگر تا به حال بهت نگفتن توی فضای خفقان زندگی کردی که از بچگی بهت گفتن اهل تسنن حقه باید این مباحث به گوشت بخوره باید کتاب آنگاه هدایت شدم دکتر تیجانی رو بخونی باید سرگذشت شیخ ابراهیم زکزاکی رو مرور بکنی عالم اهل سنتی که از نیجریه بلند میشه اوایل انقلاب میاد تو ایران با امام خمینی نشست و برخواست داره بعد شیعه میشه و برمیگرده در نیجریه چندین میلیون نفر رو شیعه میکنه مذهب حق یکیست نمیشه بگیم حق دوتاست حق باید یکی باشه یا شیعه حقه یا اهل سنت بنابراین اگر دنبال عاقبت به خیری هستی همونطور که برای زندگی روزمره خودت وقت میذاری برای عقایدت و برای آخرتت هم وقت بذار و برو تحقیق کن نمیگم بیا از من بچه شیه بپرس برو کتابهای خودتون رو بخون برو تاریخ اسلام رو بخون از هر جا هر کتاب معتبری پیدا کردی مطالعه بکن و خودت با وجدان خودت خلوت کن ببین آیا اهل بیت که در آیه 33 سوره احزاب خداوند اراده کرده اونها پاک و طیب و طاهر باشند آیا این چارده معصوم لیاقت جانشین پیغمبر رو دارن یا کسانی که چندین سال بعد از اسلام اینها اسلام آوردن خودت بشین دو دو تا چهار کن و به وجدان خودت جواب بده خیلی ممنون که تا این تا این برنامه همراه ما با بلایی بالا که ویدیو کمک میکنید یوتیوب رو به افراد بیشتری به نمایش بگذاره تا ویدیو بعد و برنامه بعد شما رو به خدای بزرگ و, و میسپارم خدا نگهدارتون